با سلام و درود بینندگان و شنوندگان گرامی، من رضا حسین بور هستم و از تلویزیون جهانی کلمه با شما صحبت میکنم از لندن. امیدوارم که سالم و تندرست باشید در هر کجای دنیا که هستید. مردمان دلاور ایران، همانطور که ملاحظه کردید، جمهوری اسلامی مرتب در حال بحران آفرینی هست، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. و اکنون هم حماس و جهاد اسلامی رو در فلسطین آماده کرده بود که یک نبردی رو علیه اسرائیل شروع بکنند. در این جریان 700 اسرائیلی کشته شدند که این تعداد به اندازه زیاد هست که عواقب بسیار وخیمی رو هم برای فلسطین، برای حماس و جهاد اسلامی داره و همینطور برای ایران و حماس و خود اسرائیل. بنابراین سعی میکنیم امروز این موضوع رو مورد بحث قرار بدیم که چرا جمهوری اسلامی دست به پروژه خطرناکی مثل این میزنه و در داخل ایران هم که کشت و کشتارها رو دنبال کرده. و از همه عجیبتر این هست که امریکا هم میگوید که جمهوری اسلامی در این جریان دخالتی نداشته. برای همین سه مهمان گرامی رو دعوت کردم که امروز در خدمتشون هستیم. حمید سبی، دکتر کورش پارسا و بیژن قبادی. به هر سه مهمان گرامی سلام میفرستم و تشکر میکنم که در این برنامه همراه من هستید. آقای سبی، برنامه رو با شما شروع بکنیم. شما تحلیلتون از این که در این شرایط حساس این عملیات به ابتکار و احتمالاً سازماندهی جمهوری اسلامی شروع شد، حماس رو حمایت کردند، برنامه ریزی کردند و تشویقش کردند که به اسرائیل حمله بکنه و تعداد زیادی، حدود 700 نفر حداقل تا به حال از اسرائیلی ها کشته شدند، تجزیه و تحلیلتون از این ماجرا چی هست؟ واقعا جریان تأسف آور و دلخراشی بود دیدن صحنه های فجیع کشتار یهودیان، گرفتن زن و بچه ها به گروگان، آزار و اذیت اونها و احتمالا تجاوز به اونها، واقعا مو رو به بدن راست میکنه. علی خامنه ای دچار مشکلات عجیب غریبی در داخل مملکت است و تنها راه فرارش از برخورد با این مشکلات و حل اونها که هیچ وقت نمیتونه حلش کنه، ایجاد یک جنگ خارجی. سازمان حماس به خوبی میدونست که این حمله بسیار بزرگ و خطرناکی است. سازمان حماس میدونست که با این حمله دولت اسرائیل و مردم اسرائیل ناچار خواهند بود که به حکومت حماس در غزه پایان بدن، به هر وسیله اونا رو از غزه اخراج بکنن و این جنگ برای حماس جنبه خودکشی داشت. تنها دلیلی که ناچار شدن این کار رو بکنن فشار جمهوری اسلامی است که به دنبال یک بهانه است که جنگ خارجی ایجاد بکنه و توجه مردم و دنیا رو از مشکلات داخلی ایران منحرف بکنه. در زمان جنگ دولت اختیارات فوق‌العاده خواهد داشت. به احتمال زیاد جمهوری اسلامی انتظار داره که اسرائیل عکس العمل نشون بده، تأسیسات نظامی ایران رو بمباران بکنه یا کارهای دیگه علیه جمهوری انجام بده یا حتی آمریکا وارد صحنه کارزار بشه و همه اینها به علی خامنه‌ای این فرصت رو میده که حکومت سرکوب و اختناق بشه، کنجه و کشتار داخلیش رو ادامه بده به بهانه اینکه جنگ، مملکت در حال جنگ و تمام اختیارات لازم رو بده به قاتلینی که در رأس حکومت هستن، از جمله فرماندهان سپاه و بسیج و غیره که مردم بیگناه رو همچنان مورد آزار و اذیت قرار داد. به نظر من قمار بسیار بزرگی است که میتونه هم باعث سرنگونی رژیم حماس در غزه بشه، هم باعث احتمالاً تضعیف یا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بشه. ولی تنها قماری بوده که خامنه‌ای به دنبالش بوده و مدت هاست که برنامه‌ریزی کرده که یک همچین عملیاتی رو انجام بده و به نظر من هزینه بسیار سنگینی برای دنیا و برای ملت ایران و الزاماً برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
تشکر میکنم جناب سبی. جناب پارسا، شما چه فکر میکنید جمهوری اسلامی در این شرایط که داشت با کشورهای عربی خودش وارد مذاکره شده بود، یه مقداری هم کشورهای عربی خیال میکردند که دیگه خیالشون از طرف ایران راحت شده، من هم دوستان عرب رو میدیدم اینجوری میکردند که ایران و عربستان سعودی با هم دوست شدند. چی شد آقا که جمهوری اسلامی این ماجرا رو سازماندهی کرد و اجرا کرد؟ خب به هر صورت 20 سال جمهوری اسلامی جبهه مقاومتش رو درست کرده، تز سیاست خارجیش که توی قانون اساسیش هم هست، دفاع از جنبش‌های مثلا رهایی بخش، و این تز نابودی اسرائیل رو هم دنبال کرده، یعنی جنگ تا نابودی اسرائیل. این تز که حماس هم، حماس یک نیروی خرابکار هستش، این رو و جهاد اسلامی قبول دارن و نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی در منطقه قبول دارن، برخلاف منافع ملی ایرانه و هزینه های بسیار زیادی رو به ایران تحمیل کرده. البته من طرفدار موضع راست افراطی در اسرائیل هم نیستم. مثلا جمهوری اسلامی و راست افراطی به همدیگه نون قرض میدن و البته من شخصا فکر میکنم باید یک صلح عادلانه داشت و کشتن همین جوری که من واقعا مثل آقای سبی تأسف خوردم از مثلا این درجه سبوعیت و جنایت حماس در کشتار غیر نظامیان اسرائیلی که دل همه رو به درد میاره و جنایت بر علیه بشریت بود. و این واقعا مثلا یاد تمام حرکت‌های تروریستی داعش، طالبان، القاعده می‌بینیم که همشون با همون نگاه ضد بشری، ضد انسانی و وحشت افکانانه تروریستی میان و همون تز النصر من الرو همون رو دنبال میکنن. و این تز که جمهوری اسلامی هم دنبال میکنه در ارتباط با شهروندان خودش دنبال میکنه و سرکوب دائم میکنه، رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی و زنکش جمهوری اسلامی الان به اسرائیل میگه ایلو بلو اینا، در صورتی که خودش و حماس و همه اینا رسما همچی کاری رو دارن انجام میدن. به نظر من در کوتاه مدت البته رژیم دولت نتانیاهو و اسرائیل هم باید الان نگاه بکنه که این چه حفره امنیتی وجود داشته، این رو خودشون باید نگاه دراز مدت صلح عادلانه رو آداپت بکنن، نگاه صلح عادلانه که هم رژیم جمهوری اسلامی هم ریشه های حماس رو بخوش کنن. یعنی شما تنها راه خشکوندن این حیات تز جمهوری اسلامی در منطقه صلح عادلانه است. متاسفانه با این حرکت صلح عربستان و اسرائیل هم دچار وقفه شده، ولی من فکر کنم در کوتاه مدت ممکنه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت یک پیروزی، به اصطلاح جبهه مقاومت پیروزی داشته باشن، ولی در میان مدت و در دراز مدت جمهوری اسلامی و حماس طبعا بهاشو میپردازه. مرسی. تشکر میکنم آقای پارسا. آقای قبادی، خامنه ای در این زمینه با شیوایی صحبت کرد، مقامات جمهوری اسلامی هم همهشون گفتند که این کار ما بوده با کوشش خامنه ای و برنامه ریزی های قبلی قاسم سلیمانی این کار انجام شده. و خامنه ای هم جالب بود که به دولت اسرائیل میگفت رژیم بچه کش، کودک کش، یعنی همون صفات خودشو مستقیما به اسرائیل منتسب کرد. شما با توجه به اینکه در کنار ایران هستید و در اونجا شاهد تحولاتی بودید، مرتب حمله کردند به کردستان، الان هم مرتب حمله میکنند به نیروها در بلوچستان و جاهای دیگر، این آقای خامنه ای چرا صفاتی رو خودش انجام میده روزانه صد برابر بیشتر از اسرائیل به دیگران نسبت میده، ولی خودش از صحبتهای خودش هیچ چیز یاد نمیگیره؟ جمهوری اسلامی به درازای عمر خودش ما شاهد بودیم که با بحران آفرینی و در بحران زندگی کرده و هر آن که
یه جور مفری مردم یافتن که بتونن خودشون رو از این مخمصه نجات بدن و از شر جمهوری اسلامی راحت بشن، یه بحران درست کرده و با این بحران تونسته دستای نیروهای سرکوبش رو باز بکنه برای سرکوب داخلی. درست در سال و اندی بعد از قیام سرتاسری انقلاب ژینا و تداوم مستمر اعتراضات در سیستان بلوچستان و اون ریتم اعتراض جمعه ها که بعد از نماز جماعت انجام می شد، جمهوری اسلامی در این مدت با انواع یورش ها به مردم در داخل و با هجوم به کردستان عراق و با بهانه قرار دادن سرکوب احزاب کردستانی و فشارهایی که به دولت مرکزی بغداد و دولت اقلیم کردستان آورده، سعی کرده بحران ها رو از خودش دور بکنه و یه جوری سرپوشی باشه برای اعتراضات داخلی. در کنار اون اگه ما توجه به گذشته داشته باشیم، میبینیم خود رفسنجانی به اصطلاح نظریه پرداز این موضوع بود که ما جنگمون رو با آمریکا در خارج از ایران و در جای دیگه میکنیم و دقیقا الان خامنه ای با استفاده از این تز رفسنجانی داره عمل میکنه و خیلی وقت دارن براش مقدمه چینی میکنن، تأسیس سپاه قدس، نمیدونم قرارگاه حمزه خاتمونه چیز قرارگاه حمزه سیدالشهدا برای عملیات های منطقه ای و قرارگاه قدس چیز سپاه قدس برای عملیات های برون مرزی در این راستا بوده و در این مدت جمهوری اسلامی خودمون شاهد بودیم جمهوری اسلامی آنچه که دروغ نباید باشه گفته و به دیگران منتسب کرده. الان هم آقای خامنه ای اگه جهان یه مقدار گوشاشو باز بکنه و یه بازبینی از یه هفته گذشته 4-5 روز گذشته داشته باشه، این فرمان رو شخص خمینی داد با توجه به مسئله که در رابطه با ادامه همون روند پیمان ابراهام که از طرف آمریکا مطرح شد و بعضی از کشورهای عربی با آمریکا آشتی کردن و در این روند داشت مسئله اسرائیل و عربستان هم حل می شد و اسلام عنوان قطب اصلی جهان اسلام، اگر مسئله اسرائیل با عربستان سعودی حل می شد قطعا جمهوری اسلامی تنها می موند. با این بحران آفرینی سعی داره این مسئله رو به جور دیگه پیش ببره، ولی قطعا با عملیات غلطی که انجام دادن جهان در مقابل خودشون قرار دادن و این مقدمه برای تغییر ساختار و بنیادین خاورمیانه نوین، و اگر این کار نشه جمهوری اسلامی برنده این قضیه است. کسانی که به باورای به حقوق انسانی و باورای انسانی باور دارن باید راستای نفی جمهوری اسلامی و استقرار سیستمی متعادل در خاورمیانه اقدام کنه که جمهوری اسلامی عامل تمام آشوبهای نه فقط ایران بلکه منطقه و خاورمیانه حتی خود کل جهان. بله تشکر میکنم. جناب سبی، در اینجا تعجب آورترین مطلبی رو که من دیدم اظهارات بلینکن وزیر خارجه امریکا بود که گفت که سندی در مورد دخالت ایران در این ماجرا وجود نداره، در حالی که پیش از اینکه ایشون این حرف رو بزنه خود مقامات حماس گفته بودند که این کار با کمک و حمایت و راهنمایی و اسلحه جمهوری اسلامی انجام شده، و همونطور پشت سر هم مقامات دیگر ایرانی اعتراف کردند که این کار با کمک جمهوری اسلامی انجام شده. چه شده که امریکا الان میخواد که جمهوری اسلامی رو به نحوی از دخالت در این ماجرا جدا بکنه؟ آقای بلینکن معلوم نیست که اطلاعاتش رو از کجا بگیره جناب حسین. اگر ایشون کوچکترین مطالعه در روزنامه اظهارات علی خامنه‌ای که هفته پیش توییت کرد که این دولت در حال دولت اسرائیل در حال سقوط است، حماس کجا آمد؟ لطفاً دوستان میکروفوناتون رو خاموش بکنید، میکروفوناتون رو خاموش بکنید، یه صدایی میاد خارج از صدای آقای سبی. آقای سبی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، بدون کمک ایران، بدون موشک های ایران، بدون اینکه اینها در ایران تمرین کنند، چجوری تروریست های حماس تونستن با گلایدر از روی این
نرده بگذارن و بیان اینا در جایی تمرین کردن، اگر توی غزه تمرین کرده بودن حتما دیده می شدن. بنابراین اینها در یک منطقه امنی که به احتمال زیاد در ایران باشه یا در مناطقی باشه که حزب الله براش در اختیارشون گذاشته، این تمرینات رو انجام دادن. حدود 4 ماه هست که این نقشه کشی شده راجبه این مسئله، ملاقات های متعددی که حماس خودشون اعلام کردن با جمهوری اسلامی داشتن، به طور واضح نشون دهنده نقش ایران در این مسئله هستش. آقای بلینکن به نظر من یکی مختجل است از این که 6 میلیارد دلار در اختیار ایران گذاشته و میخواد که اعتراضاتی که مخالفین آقای بایدن در کنگره و جای دیگه در مورد این عمل ایشون دارن میکنن رو از خودش رفع رجوع بکنه، به اینکه ایران این کارو نکرده، چون در کنار اون قرارداد 6 میلیون دلاری تعهدی هم ظاهرن از ایران گرفته بودن که به عملیات شرورانه خودش پایان بده. و یکی از بحثایی که میکردن این بود که آنچه که در قرارداد ذکر نشده ولی صحبت شده این هستش که ایران این عملیات رو پایان خواهد داد. میبینیم که هنوز 2 هفته نگذشته که یک همچین فاجعه‌ای رو جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بنابراین اینا شرمنده هستن از کار خودشون و به نظر من انکار واقعیاتی که آقای بلینکن داره میکنه فقط و فقط به دلیل دفاع از رئیسش آقای بایدن هستش که یک همچین موضوعی فراموش نکنیم که خب آقای سبی، اگر این رو در نظر بگیریم که امریکا نتیجه ارسال 6 میلیارد دلار رو به ایران بلافاصله دید، یعنی این عملیات نظامی بود در اون ساعت، کشورهای اروپایی هم که رضایت داده بودند که این پول ارسال بشه، کشورهای عربی هم خوشحال شده بودند که خب پس یه مقداری منطقه امن شد، الان همگی ناامید شدند و برای اینکه اصولاً طرح‌های جمهوری اسلامی رو درک نکردند که جمهوری اسلامی از یک طرف دست دوستی دراز میکنه، از طرف دیگر از چند سو، نه از با یک دست، با 10 تا دست گماشتگانش از پشت خنجر میزنه. الان فکر میکنید که امریکا متوجه شده که این سیاست‌های چند لایه‌ای و چند سویه‌ای جمهوری اسلامی برای امریکایی قابل فهم نیست؟ امیدوارم. جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و این رو دولت امریکا به دفعات تجربه کرده، بارها سعی کردن با ایران بسازن، هر دفعه ضربه خوردن و خنجر خورد به پشتشون، کی یاد میگیرن نمیدونم، ولی آنچه که دیدیم در تاریخ از زمان کلینتون، از بوش، تمام صحبت‌هایی که راجع به ایران شد تمام و تمام بی نتیجه موند. جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. جمهوری اسلامی فقط ریشه فاسدی است که باید از و تنها راهش هم خب این است که به آخر. البته من در تایید اظهارات آقای دکتر پارسا میگم که رژیم دست راستی آقای نتانیاهو هم میتونه یکی از مسببین این برنامه باشه. اختلافی که ایشون در اسرائیل ایجاد کرده، این توهم رو ایجاد کرد که اسرائیل ضعیفه و این فرصت رو برای تروریستای حماس و دیگران فراهم کردی که این کار کرد. دولت نتانیاهو هم به میزان زیادی باید بار این اشتباه رو بپذیره و همراه جمهوری اسلامی در ایجاد چنین مشکلی. بله، تشکر میکنم. آقای پارسا، فکر میکنید که اثر این برخوردها در کشورهای عربی چی هست؟ و جالب اینه که ظاهراً هیچ کسی خبر نداشت، همگی غافلگیر شدند از امریکا، فقط ایران هست و حماس و جهاد اسلامی. اروپا، کشورهای عربی، هیچ کدومشون اون توانایی گرفتن این اخبار را نداشتند و نتیجتاً همگی غافلگیر شدند. فکر میکنید که اثر این ماجرا بر کشورهای عربی چه بشه؟ آیا اونها هم به نحوی درگیر این جریان بشن؟ برای اینکه جنگ که هنوز تمام نشده و به نظر هم میرسه که اسرائیل به سادگی نمیذاره که 700 نفر از یهودیان کشته شدن. نه بله، خب ما میبینیم که اسرائیل توی به حق چاره‌ای هم نیست وقتی که همچین حمله‌ای میشه.
به امنیت شهروندانش داره جواب میده و جنگ شروع شد متاسفانه. و من شخصا هر غیر نظامی که کشته بشه ناراحت میشم، چه عرب باشه چه اسرائیلی باشه، به خصوص نوع شنیعش که حماس ضد انجام. ولی این که تبعاتش خب طبعا جنگه و سوال سر این، من متخصص نظامی نیستم بدونم چقدر طول میکشه و در چه سناریوهایی به نفع کی میشه، ولی خب یکی از اهداف جمهوری اسلامی، البته من به اون صورت که آقای سوی و دوستان میگن که جمهوری اسلامی طبعا متحد حماسه، بزرگترین متحد حماسه، جهاد اسلامیه و نیروی تمام فاندینگش لوجستیکش همش از جمهوری اسلامی میاد، اونم که اصلا هم حزب الله هم حماس هیچ به قول مخفی هم نیست، هم دیگه واسه هم دیگه ماچو بوسه هم فرستادن و هم دیگه رو خیلی حمایت کردن و از دیروز و پریروز و اینا خیلی روشنه. ولی اینکه به اصطلاح سطح و درجه دخالتش جای بحثه، کاری که بلینکن داره میکنه، چون مثلا آمریکا هم کروز رو فرستاده، اون کشتی رو فرستاده، بعد جمهوری اسلامی هم میدونه که کشتی رو فرستاده داره آمریکا داره جلوی لبنان رو میگیره، حزب الله رو میگیره، ولی در ضمن به ایران، ایران هم برعکس هشدار میده که اگه دخالت مستقیم بکنی منم دخالت مستقیم میکنم. یعنی یک سری پیام های این تیپی دارن با هم دیگه میفرستن که توی وال استریت جورنال اومده بود. یکی از اهدافشون حتما خدشه‌دار کردن و متوقف کردن این صلح ابراهیمه، چون جمهوری اسلامی ضربه بسیار سنگینی در منطقه خورد با این صلح ابراهیم، و به خصوص اگه صلح با عربستان انجام بشه که الان وقفه خورده، ضربه نهایی رو میخورد. تمام سیاست 20 سال چند ساله جمهوری اسلامی شکست کامل داره میخوره. متاسفانه این آخرین چیزیه که به قول هر حربه که داره میاره بیرون. البته این رو به جلوی همه دنیا و کشورهای عربی به نمایش گذاشته دوباره، البته خطر جمهوری اسلامی و این به اصطلاح جبهه مقاومت و این امپراتوری به قول من رو ببر کاغذی توخالی شیعی رو که درست کرده، این رو در منطقه همه دارن درست بهتر میبینن و خصلت بنیادگرایانه این و عقب افتاده این رو همه دارن میبینن که چجوری، چون به نمایش میگذاره، چون کاری که حماس به نمایش میگذاره و اون طوری که شهروندان بیگناه رو در جشن و سرور رو اینا گرفت زد و چیز کرد، این در واقع نمایش سبعیت و خشونت و جنایتکاریشون. البته میدونم در جنگ ما اونها رو هم خواهیم داشت، چیزای دیگر هم خواهیم داشت که من اونها رو هم حتما محکوم میکنم که هر نوع جنایت آقای پارسا فکر میکنید که روی کشورهای عربی چه تأثیری خواهد داشت؟ بالاخره مردم عرب طرفدار فلسطین هستند، دولت ها نه ولی مردم طرفدارش هستند. چه تأثیری ممکنه که این جریان روی کشورهای عربی، مردم عرب و دولت های عربی بگذاره؟ خب دولت های عربی رو خب طبعا در این برخیشون رو مثلا اگر عربستان مثلا به عنوان نمونه بگیریم، طبعا در موقعیت بعدی قرار میده که بتونه اون صلحش رو که میخواست، البته داشت مذاکره میکرد، یک مدار امتیازات در ارتباط با فلسطین میخواست که البته بکنم داهیانه هم میخواد، چون این مسئله رو باید به طور عمده و بنیادی حل کرد و صلح عادلانه، وگرنه این گریبانگیر عربستان میشه. عربستان فکر میکنم داهیانه اون موزه رو گرفت، ولی متاسفانه این جلوی اون صلح رو گرفته. و البته در خیابانهای عرب، خب من امیدوارم که اون تأثیری که شما میفرمایید نداشته باشه، چون دنیای عرب هم طبعا افکار عمومی متفاوتی داره و توش آدمهایی هستن که انسانی هستن. این حرکت حماس به طور مجزا حرکت تروریستی خرابکارانه و ضد انسانی، این رو باید دنیای عرب هم ببینه. البته ما بحث عمیق‌تر بکنیم، ریشه یابی بکنیم، ممکنه 10 تا پارامتر هم بیاریم و بخوایم که این صلح عادلانه انجام بشه که ریشش خشک بشه. ولی در ضمن دولت‌های عربی رو در جای بدی قرار داده، بخصوص عربستان رو من فکر کنم در حال حاضر. تشکر می‌کنم. آقای قبادی، فکر می‌کنید که این جنگ تبعاتی داشته باشه در میان مردم عرب که مثلا دوباره بریزند به خیابان‌ها اعتراض بکنند، حالا چه به اسرائیل اعتراض بکنند، چه سمپاتی نشون بدند به مردم
فلسطین و و حتی ایران، ایران رو به عنوان یک منجی نگاه بکنند، و یا اینکه یک جریانی مثل اون بهار عربی دوباره شروع بشه که باز هم مردم آمادگی دموکراسی رو در اون منطقه ندارند. اگر هم شروع بکنند، اون سازمان‌های دموکراتیک و از این گونه وجود نداره. ولی فکر می‌کنید که مردم دوباره به خیابون‌ها بریزند به طرفداری از فلسطینی‌ها؟ مایکتون رو باز بکنید آقای قبادی. بله میبخشین، الان صدا میاد؟ بله بله بفرمایید. ضمن تشکر از شما، اگه ما بخوایم جامعه عربی رو یه مقدار بررسی بکنیم، الان جامعه عربی جامعه متفاوتی است از جامعه‌ای که صداتون قطع شد. بله، صدای آقای قبادی قطع شد. من همین سوال رو تا ایشون آماده بشن، اتاق فرمان ببینید صدایشون قطع شد. تا زمانی که ایشون برمیگردند، همین سوال رو از آقای سبی میکنم. آقای سبی، شما انتظار دارید که یک اعتراضات شدیدی در کشورهای عربی انجام بشه؟ احتمالش هست. به هر حال اگر در زمانی که ارتش اسرائیل وارد خاک غزه بشه، مسلما تلفات زیادی ایجاد خواهد شد. غزه یکی از پر جمعیت ترین نقاط دنیاست و هر عملیات نظامی در اونجا هر چقدر هم ساده باشه، متاسفانه باعث کشتار شهروندان غیر نظامی خواهد شد. و به محض اینکه به اون مرحله جنگ برسیم که خواهیم رسید، مسلماً افکار عمومی در کشورهای عربی تهیج خواهد شد و فشار به حکومت‌های عربی برای همراهی با تروریست‌های حماس بیشتر خواهد شد. البته تا اونجایی که به نظر میرسه، فعلا هیچ کدوم از کشورهای عربی حاضر نیستن که این مسیر رو طی بکنن، ولی هنوز زمان در این مسیر حرکت نکرده و خطر این مسئله هست که افکار عمومی جهان عرب باعث بشه که این دولت‌ها ناچار بشن یا از سیاست مماشاتشون با اسرائیل دست بردارن، یا عملاً بیان و حمایت بکنن از این اعمال وحشیانه‌ای که حماس انجام داده. باعث تأسف خواهد بود، ولی امکانش هست. بله آقای قبادی، الان شما صدای منو دارید؟ آقای قبادی، مثل این که آقای قبادی میکروفون خودتون رو روشن بکنه لطفا. بله بله، با عرض معذرت، اینجا مشکل برق داشتیم که رفع شد. بله بله، سوال من شما شنیدید؟ بله بله، سوال شنیدم. ما اگه مقداری واقع‌بینانه مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، ما باید تفکیک بکنیم دولت ها با جامعه عربی رو. دولت ها که در این قضیه ما دیدیم هیچ کدوم از دولت ها به جز عراق حمایت آنچنانی از عملیات تروریستی حماس نکردن و رویکرد متفاوتی داشتن. تو کشورهای عربی تنها کشوری که ازش حمایت کرد دولت عراق بود، اگر نه هیچ کشور دیگه عربی رسما پشتیبانی نکرد. بعد مسئله جامعه عربی مونه. جامعه عربی هم اگه ما بخوایم مطالعه تاریخ روش داشته باشیم، جامعه عربی به عنوان خیابان یا توده مردم در جامعه عربی، الان توده مردم دهه 65 میلادی و 70 اینا نیستن، الان متفاوترن. اون نگرش آرمانگرایی صرف جای خودشو به عقلانیت و واقع بینی امروزی داده و یه سری عوامل جمهوری اسلامی سعی کرده در این مدت اجیر بکنه. به جز عواملی که یه جوری به جمهوری اسلامی گره خوردن و منابعشون در اینه که از سیاست‌های جمهوری اسلامی تبعیت بکنن، و یه سری شاید عوامل ناسیونالیست افراطی جامعه عربی، وگرنه طیف معتدل جامعه عربی
از این مسئله استقبال نمی‌کنن و پشتیبانی نمی‌کنن و رویکرد متفاوتی دارن، چون گفتن دنیا دنیای دهه 60. تشکر می‌کنم آقای با پوزش. آقای قبادی وقت تموم شد امروز، متاسفانه به دلیل همین که تغییراتی در برنامه شده بود ما کمتر وقت داشتیم. سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب حمید سبی، جناب کوروش پارسا و جناب بیژن قبادی که در تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردید. و اما سخنان پایانی من، مردم ایران، شما در این شرایط وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارید، برای اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو نجات بده به همه جا دست به خرابکاری میزنه و این شما هستید که باید این رژیم رو با همکاری و اتحاد یک دیگر سرنگون بکنید. روز روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون، تا فرصتی دیگر.